روز جهانی کاهش اثرات بلایا و فجایع برای تشویق شهروندان و دولت‌ها به منظور ارتقای تاب‌آوری جامعه و اقشار مختلف در برابر بلایا و فجایع در نظر گرفته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 13 اکتبر را با عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی به عنوان بخشی از بیانیه دهه جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی دهه 90 میلادی انتخاب کرد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. در سال 2002 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که این عنوان سالانه را برای تشویق فرهنگ جهانی برای کاهش اثرات بلایای طبیعی شامل پیشگیری، کاهش و آمادگی حفظ کند و در سال 2009 نام این روز به روز جهانی کاهش اثرات بلایا و فجایع تغییر یافت. روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی یک رویداد جهانی است که از همه شهروندان و دولت‌ها می‌خواهد برای توسعه جوامع و ملت‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی با یکدیگر همکاری کنند. بلایای طبیعی بخشی غم‌انگیز و در عین حال اجتناب ناپذیر از زندگی هستند که اغلب باعث تخریب و اختلالات فاجعه آمیز می‌شوند. جوامع، اقتصادها و محیط زیست معمولاً توسط سیل، طوفان و زلزله و دیگر بلایای موجود ویران می شوند. لذا افزایش آگاهی عمومی را برای کاهش تلفات ضروری می نماید. از دیگر جنبه های بلایای طبیعی غیر قابل پیش بینی بودن آنهاست. بلایای طبیعی در سراسر جهان رخ می دهند و در برخی از سالها بلایای طبیعی از جمله طوفان های شدید، خشکسالی، گردباد، زلزله، سیل، طوفان تگرگ، باد و بوران و آتش سوزی جنگلی بسیاری از نقاط دنیا را با آسیب جدی مواجه می سازد. بهمن می تواند با سرعت 80 متر در ساعت حرکت کند. درجه حرارت گدازه های آتش فشانی می تواند به 2120 درجه فارنهایت برسد و سرعت گردبادها اغلب به 300 متر در ساعت میرسد که دو برابر سرعت یک طوفان است. طوفان‌ها از مرگبارترین بلایای طبیعی هستند و آسیب‌های قابل توجهی به زیرساخت‌ها و جوامع وارد می‌کنند. مقابله مؤثر با بلایای طبیعی ارتباط زیادی با حاکمیت جوامع و مدیریت شهری دارد. می‌توان با مدیریت مناسب خطر بلایا را برای نجات جان انسان‌ها، کاهش تعداد افراد آسیب دیده در اثر بلایا و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از آنها تعدیل کرد و به حداقل میزان ممکن رساند. روز جهانی کاهش خطر بلایا همچنین فرصتی برای شناخت پیشرفت‌های حاصل در مسیر زندگی به آسیب پذیری جوامع در برابر بلایا و پیامدهای ناشی از آن است و به تجلیل از ملت‌ها و دولت‌هایی در سراسر جهان می‌پردازد که به این پیشرفت‌ها دست پیدا کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور اتخاذ تدابیری برای کاهش خطر بلایا در سال 2005 به تدوین چهارچوب اقدام هیوگو با هدف کاهش آسیب پذیری کشورها در برابر بلایای طبیعی ویرانگر پرداخت. این چارچوب برای کمک به کشورها در ایجاد قوانین و مقررات در صورت بروز بلایای طبیعی طراحی شده است که رفاه و توسعه پایدار جوامع را تهدید می کند و هدف اصلی آن ایجاد یک سیستم ثبات در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر فجایع اقلیمی و همچنین کاهش قابل توجه تلفات ناشی از بلایای طبیعی است. حفظ جان انسان‌ها همچنین ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کشورها از جمله این موارد است. برای تعیین بهترین کشورها در زمینه کاهش بلایا نیز چارچوب یاد شده. یک سیستم 5 امتیازی با هدف ارزیابی توانایی کشورها در کاهش خطرات ناشی از بلایا معرفی کرد که دریافت امتیازی بین 3.5 تا 5 نشان دهنده امترین کشورها در این زمینه است.
حجم بالای تلفات زلزله در افغانستان در هفته گذشته، همچنین زلزله اخیر مشهد و دیگر بلایای طبیعی که خصوصاً در خاورمیانه به دلیل ساخت و سازهای غیر اصولی موجب وارد شدن آسیب فراوانی به جان و مال مردم شده است، ضرورت اهمیت دادن بیشتر به این روز را افزونتر می کند. علی اکبری، اخبار شیعه. مهندس محمد ارجمند، فعال اجتماعی از مشهد مقدس با ما همراه هستند. آقای مهندس سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بزرگواری. آقای مهندس، روز جهانی کاهش اثرات بلایا و فجایع چه تأثیری میتونه در فرهنگ سازی نسبت به این موضوع در میان جوامع مختلف دنیا داشته باشه؟ بفرمایید. خب در این رابطه میدونیم که انسان‌ها باید همیشه برای حوادث طبیعی و غیر طبیعی از یک آمادگی لازم و ضروری برخوردار باشند. خطرها و بلایای طبیعی به عنوان مخرب‌ترین عوامل آسیب رسان به جامعه و انسان و محیط زیست همواره شناخته میشن و یک موضوع کاملا جدی هستن که باید واقعا از نگاه تک تک مردم بهش اهمیت ویژه‌ای بدن و در واقع به مواردی رو رعایت بکنن که بتونیم در این زمینه با حد اکثر کاهش خطرات و خسارات در واقع مواجه باشیم. اگر بخوام آماری به این نکته به اصطلاح اشاره داشته باشم، خب از سال 1970 تا الان ما افزون بر 240 میلیارد دلار در واقع خسارت مالی داشتیم و که به ساکنان در واقع کره زمین وارد شده، که حالا به هر حال با برنامه‌ریزی هایی باید این خسارات و آسیب ها کاهش پیدا بکنه. خب در این راستا من میتونم اشاره بکنم به اقدام خیلی خوبی که در سال 2015 در ژاپن در حاشیه کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد اتفاق افتاد و اونجا سند سندای در واقع به تصویب رسید که به موجب اون سند در واقع ظرف 10 سال باید شرایطی مهیا بشه که برای کاهش اساسی خطر و خسارات ناشی از بلایا نسبت به جان و معیشت انسان‌ها، دولت‌ها تدابیر لازم رو در واقع بیاندیشن و سلامت انسان‌ها و دارایی‌های فیزیکی و اجتماعی فرهنگیشون رو حفظ بکنند. وظیفه دولت‌ها و مردم در برابر حوادث و بلایای طبیعی چیه؟ بفرمایید. خب طبیعتاً بلایا در هر زمان و مکانی ممکنه رخ بده. بنابراین دولت‌ها باید با مردم همکاری تنگاتنگ و مناسبی رو در واقع داشته باشن به صورت مستقیم و که این میتونه کمک بکنه به پایداری سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و اینکه کمک بکنه به پیشگیری از حوادث و بالا بردن آستانه تحمل افراد اون جامعه، که طبیعتاً با ایجاد آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل اونا و همچنین افزایش سطح اطلاع رسانی عمومی در زمینه کاهش و خطرات میتونه کاملاً موفق عمل بکنن. آشنایی شهروندان رو در واقع با فعالیت‌های اقدامات ستادهای بحران در واقع مرتب واگوه بکنند، برنامه‌ریزی باید داشته باشند، پایگاه‌های ویژه در واقع باید دولت‌ها برای این موضوع همواره فعال داشته باشند، پایگاه‌های چند منظوره در واقع باید باشند، سطح آموزش رو در واقع برای سطوح مختلف جامعه از جمله مثلا دانش آموزان در مدارس داشته باشن و یا حتی در مساجد در واقع برای کسایی که به هر حال هنگام نماز مراجعه میکنن اونجا میتونن مثلا حین نماز بالاخره هر روز اگر یک نکته ای رو در واقع آموزش بدن، این میتونه کاملا برای آمادگی شهروندان برای مقابله با وقوع چنین حوادثی مفید و موثر باشه. برای افزایش آگاهی در مناطقی چون افغانستان که زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگ مطابق با شرایط روزا نداره، چه راهکاری وجود داره؟ بفرمایید. خب
خب میدونیم که متاسفانه کشور افغانستان طی سنوات گذشته با تغییراتی که در حکومت و دولت بوده همواره دچار یک سری چالش هایی در این زمینه بوده و خب متاسفانه شرایط افغانستان هم به لحاظ جغرافیایی به گونه ای هست که روی کمربند زلزله قرار داره و بروز وقایع و حوادث و بلایای طبیعی اونجا به وفور اتفاق میفته. خب طبیعتاً در شرایط فعلی به نظر من دولت افغانستان باید تمام توان و هماغم خودش رو بگذاره که آموزش های لازم رو به شهروندانش بده که میتونه در واقع این موضوع با خود آموزی یا به نوعی خود درمانی و دیگر درمانی توسط در واقع شهروندان در زمانی که وقوع حادثه اتفاق میفته به اصطلاح کمک بکنه به حل موضوع و با آموزش‌های لازم فرهنگ رو در واقع فرهنگ مقابله با بلایای طبیعی رو در واقع اونجا مهیا بکنن، جا بندازند، از تجربه دیگر کشور استفاده بکنند و همچنین حالا با توجه به اینکه در کشور افغانستان خب وقایع خیلی زیاد اتفاق میفته باید به نظر من دولت افغانستان تدابیر لازم رو داشته باشه برای اینکه ستادهای بحران خودش رو کاملا مجهز و تجهیز داشته باشه که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد اونجا بتونن در کمترین زمان ممکن نسبت به مواجهه با این موضوع و کمک رسانی و امداد به آسیب دیدگان در واقع اقدام کنن. تشکر میکنم از شما آقای ارجمند. مهندس محمد ارجمند، فعال اجتماعی از مشهد مقدس با ما همراه بودند.